شاید کدام آرزو داشته باشی. ما گاهی اوقات آرزوهای در سر خود میپرورانیم، یا امیدها رو داریم، یا خوابها و رویاهایی میبینیم که متحقق شدنش در آینده برای ما بی‌نهایت مشکل هست. اما در نزد الله مشکلی وجود نداره، در نزد الله غیر ممکنی وجود نداره. گاهی اوقات آرزوی تو وابسته به ایست که باید استغفار بگویی، گاهی اوقات غمت نیازمند استغفار است، گاهی اوقات هدایت اولادت نیازمند استغفار است، گاهی اوقات بخشیده شدن مرده هایت نیازمند به استغفار است، گاهی اوقات بلندترین آرزویت از توی را میخواهی که استغفار بگو. امام احمد حنبل رحمه الله را میشناسید، یکی از صاحبای مذهب است، مذاهب چارگانه. مسیر را در اون جایی که قصد داره در اون جایی نمیرسه، بالاخره یک شب را در مسجد سپری میکنه. علمای او وقت یا دعوتگرای او وقت مثل علمای این وقت را نبود که از دور شناخته شود که اون و فلان عالم است، فلان دعوتگر است، فلان قاری است، فلان کس است. اونها خیلی متواضع، خیلی فروتن، شب را در یک مسجد سپری میکنه. شب در مسجد میخواه که میشه بخوابه. خادم مسجد میگه، میگه که ما مسجد را بند میکنیم، از جای برو بیرون. امام ائمه مسلمین هست، از جمله ائمه مسلمین هست، امامای مسلمان ها هست، از جمله اونها هست. نمیشناسش، میگه از اینجا بیرو شو. ایره بیرو میکنه در پیشروی دروازه مسجد، این میخوابه، از اینجا بلندش میکنه. بالاخره در یک کوچه میره، در کوچه میانداز خود را، پیرهدار کوچه ها میگیره، از اینجا بلند میکنه، کی هستی تو؟ چی وظیفه داره اینجا؟ بالاخره میبینه که دور یک مخبز، یک نانبایی هست به اصطلاح ما شما. میرو شای نانبایی را یا دروازه ایش را میچکانه که ما یک مسافر هستم، مرا میم شب دیگه چای بده. من پیشتر یادآوری کردم گاه اوقات آرزوی تو استغفار نیاز داره، برای آورده شدن آرزوی تو یک استغفار کار داره، استغفار دروزه و دروزه و یک ساله و یک کنیم ساله. یکی در اینجا داخل میشه میگه درست است، بیه نانبایی گرم هم است یا مخبز گرم میباشه، زمستان تابستان گرم است. بالاخره در اینجا داخل میشه، این نانبایی رو میبینه که در هر خمیر که میکنه یا بطور مثال نانی که پخته میکنه زبانش در حرکت است. این برش چی میگه؟ میگه امام احمد حنبل به این نانبا میگه که خیرت باشه، چی گفته روان است؟ میگه ما عادت استغفار دارم، استغفر الله گفته روان است. گفت از این استغفر الله گفتن چیز به دست آورده؟ طرفش تبسم کرد، گفت تا به حال در دنیا هیچ آرزویی نبودم اگرم برآورده شده، هیچ آرزویی نداشتم اما توسط استغفر الله گفتن برآورده شده. گفت یک آرزویی من مانده، یک آرزوم مانده و من متیقن استم که به آرزوی خودم میرسی. گفت تو آرزوی چی هست؟ گفت مردم از امام احمد حنبل خیلی یادآوری میکنن که ای تو یک امام هست، ای تو یک بزرگوار هست، ای تو متقی هست، ای تو یک شخصیت جهانی هست، این تو یک خادم مسلمان ها است، یک دیدار از روی مکار دارم. یه میگه ها هو الله، ها هو الله، قد جاءك بأحمد و كان يجر من رجله الى مخبزك. آرام باش، او الله است، احمد را برات آورد. در حالی که امی کسی که کوچبان بود کوچه را محافظت میکرد، از پایش کش کرد طرف نانبایی، پیشوی نانبایی را انداخت، گفت ها هو الله قد جاءك بأحمد و كان يجر من رجله الى مخبزك. بله احمد آمد، در حالی که یک نفر از پایش گرفته بود کش میکرد به طرف نانبایی. استغفار باز یک نفر را کش میکنه برات داخلت، در داخل دکانت میاره برات میاندازش که این اون نفر. استغفار امام احمد حنبل در نانبایی میاره، یک شب سرش تیر میکنه. یک آرزو هست، شاید ما و تون آرزوی دیدن کس رو داشته باشیم، دوستای شاید آرزوی دیدن رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشته باشیم، یک نفر ایره دوست داشته باشه که ما کاش پیامبر در خواب میدیدم، شاید نیازمند استغفار باشه، شاید ای دیدار استغفار کار داشته باشه.